بسم الله الرحمن الرحیم. در عبارت الله الصمد دقت کنید، ضخامت این ل بایستی با پهنای بیشتری نوشته بشه. اینا رو بایستی یه خورده ویدیوهاش بیشتر نگاه کنید، این نباید بیاد بالا. توی الگوها یه دقتی داشته باشید که بتونید بیشتر شبیهش بنویسید. اینجا خیلی تند و تیز از این له جدا شده، به این نازکی و به این قوت یه دفعه خیلی مناسب نیست. قلم گذاریتون باید تغییر کنه که اینجا ضخامتش بیشتر باشه تو این ناحیه. کلمات که الف دارن مثل الله الصمد، اینجا دوتا حالت، اینم له هم مثل الفه، اینها توازیشون باید حفظ بشه، به این سمت متمایل نشن که کلمه کج دیده نشه. این ساعت هم باید خوابیده بشه. این حالتی که شما نوشتید نستعلیقیه، نسخ سادش خوابیده هست. این حرکت بالا رونده، حرکتی که دور میزنه، این حرکت و این میم توی این کارها ما نمیبینیم. دالتون باید به این سمت بره. توی این کلمه مشق نظرتون خیلی کم بوده، یعنی باید بیشتر روی الگو نگاه کنید و بیشتر تمرین کنید تا کاری که میفرستید حداقل 30% 40% به الگو شبیه باشه. مثل این الله که شباهت ایجاد شده، ولی توی از صمد خیلی شباهت خاصی به الگو نداره. عبارت شریفه قل هو الله احد، همونطور که توی ویدیوی آموزشی گفتم، لامش باید یه خورده به این سمت باشه. شما دقیقا برعکسش رفتید و این دور زدن شما هم نستعلیقیه، توی نسخ به این شکل نیست. همون ویدیویی که فرستادم رو اگر با دقت نگاه کنید، این نکات رو اونجا گفتم به صورت مفصل. فیلم این سطر رو با دقت نگاه کنید، مخصوصا ه در هو رو با دقت تمرین کنید. الله رو که جلسه اول هم گفتم و اینجا هم توضیحش دادم توی این عبارت الله الصمد، دیگه اینجا فقط این نکته رو میگم که این ه فضای بستش سفیدش کوچیک شده. کلمه احد هم خیلی بزرگ شده، بایستی جمع‌تر بنویسید. در مورد عبارت فیها کتبون قیمه، حالا من اینها رو که جداگانه براتون توضیحاتش فرستادم، یعنی ویدیوها رو بایستی چند مرتبه نگاه کنید، چند بار نگاه کنید که تو ذهنتون بمانه، و برای تمرین کردن هم هر کلمه باید 10 دقیقه 20 دقیقه، حتی بتونید مثلا نیم ساعت، از روی الگو نه از حفظ، از روی الگو انشالله کار کنید تا شکل و شمایل کلماتتون بهتر بشه. الف هایی که توی خط نسخ هست مستقیم بره بالا، به سمت این بر کج نشه. اگر میبینید این مشکل تکرار میشه، یک خط برای زمینه بکشید، چندین خط برای حالت عمودی بکشید که این الف هاتون کج نشه. چون اگه این تکرار بشه تو دستتون و مشق شما خیلی باشه، مثلا یه صفحه قرآن باشه، دیگه همین به تنهایی میتونه کارتون رو زشت بکنه. حتی تو امتحان کسانی که این الفای بالا روندشون کج باشه، بعضیشون نمراتشون خراب میشه، حتی ممکنه کسی رد بشه توی امتحانهای خوشنویسی. حالا این که میگم تو امتحان، منظورم اینه که این اینقدر ملاکه، اینقدر مهمه، شاید کسی اصلا نخواد امتحان بده، ولی در زیبا شدن کار بسیار اهمیت داره. این کافای کوفی از این بالا تا پایین نباید اینقدر فضای سفید باشه، این بیشتر از یک نقطه قلم نی نباید بشه. برای شما الان بیشتر شده، بعضی جاهاش به 1.5 تا نزدیک های 2 داره میرسه. ضمه ها و تنوین ها اینا تو خالی باشه، این هسته تو خالی رو باید ببینیم. یه خورده بایستی تو این نواحی بیشتر کار کنید. خب حالا فعلا 2-3 جلسه بیشتر نگذاشته، کم کم مشکلاتش کمتر میشه با تمرینایی که دارید. نقطه هاتون به هم نچسبن، توی نسخ اصلا چسبیدن نقطه نداریم، یعنی نقطه ها یا اینطوری هن رو سر همن که یه فاصله دارن، یا روبروی همن دوباره اینجا فاصله دارن. چیزی به نام چسبیدن نقطه به هم توی خط نسخ نداریم. خب این سر قاف باید اینجا دور میزد، از اینجا میومد بالا، بعد میومد پایین. این میمش هم به این شکل نیست. البته اینا ویدیوشو گفتم دیگه، اینجا خیلی طولانی صحبت نمی کنم که بتونید مراجعه کنید به همون فیلم ها. انشالله
توی عبارت فیها کتبون قیمه شکل این ه، این قسمت ها مخصوصا قسمت سفیدی کلمه باید از لحاظ نظری زیاد نگاه کنید. این سفیدی ها که حالا من اینجا هاشور میزنم رنگش کردم، اینها رو بایستی شکلش تو ذهن شما بمانه که وقتی میخواید اجرا بکنید دقیق تر اجرا کنید. توی کلمه قیمه این قوسی که اینجا هست، قوسی که روی سر قاف هست، قوسی که این قسمته، این دور زدن ها، اینا باید کاملا دقت کنید و در نهایت این ه نباید اینجاش، توی کارتون میبینید این قسمت این شکل مثلث رو به هم زده، الان شکل هندسی دیگه مثلث نیست، حتما باید شکل مثلثی ببینیم. اینها رو دقت کنید که انشالله بتونید زیباتر بنویسید. حتما اون چند تا فیلم آموزشی که مربوط به این کلمات خدمتتون فرستادم چند مرتبه نگاه کنید و از روی الگو این سطر رو مثلا 10 بار 15 بار با دقت بنویسید. حتما هم خط کشی بکنید. اگه این الف هم کج میشه به صورت عمودی هم با خط کش خط بکشید که این مشکل پیش نیاد. 10-15 بار که بنویسید کلمه کم کم میاد تو دستتون و اونی که از همه فکر میکنید بهتر شده همون رو عکسش برای من بفرستید که نکاتی که لازم بود خدمتتون عرض کنم. انشالله که موفق باشید.